اگر برایت گفتن نمیتوانی، لبخند بزن. بعداً خواهند فهمید که چرا لبخند زدی. سلام، وقت شما بیننده‌های خوب تلویزیون آریانا بخیر. آرزوی سعادتمندی شما را دارم. امشب در خدمت شما هستیم. باز هم حبیب ناظم با جمع از همکاراش برنامه را تقدیمتان میکنه و در آغاز برنامه دیگه میخواییم که یک لوکس و فیشنی برنامه که لایت برنامه است، نور برنامه است، کمره برنامه است، سایکو تعریف ها را بدونش برنامه هیچ از میایه. میایه جناب نصر جان سیاپوش لوکس. بگه اگه برات گفتن نمیتونی، خندک و قهقه کن تا دل دشمنت بکفه. اینال ایره به خاطر تأکیدی گفتم تا آخر برنامه کسایی که میگن نمیتونی؟ آخرش جور کنم. نیک گفت نمیتونی خندک و قهقه خندک که دلش بکفه. میگه بزرگترین انتقام در زندگی چی است؟ لبخند است. پس همیشه اینمی انتقام بگیرین، لبخند بزنین، خوش باشین، شاد باشین. ما یک دفعه این نصیحت خیام کرده بودم مال هر کس که سر از او گپ میزنه روی خود دارم تا تبسم همیشه داشته باش. تبسم کو؟ تبسم خیام ندیدی باش که بیا یک دفعه. تبسم تام چندان تبسم نیست. یک برنامه باز بخوایم شه سعی کنم تبسم. خوش آمدی. تشکر ناظم جان. یک سلام علیکم داشته باشم. فراموش ما نشه، در قسم مصروف میشیم بعضی وقتا. سلامونه اونه که هیله چه جور لوغ سلواری خوشحاله و سی پا گیره گیره گلونو ما هر کلی کام او کم کسان چه ده هواده به هر زمگه خپرونه گوری تاست هم زنگری. سلامونه چه خوب یک بلوزک یخن پتنوسی پیدا کردی؟ ام یخن اف پوشونیده بودم یخن غوری از تام یخن تشتی او طرفش چی وارست؟ ای طرفش غوری واره. خدا نکرده میره به غوری چیز نمیکنم که خدا نکرده دلتان بالا نبیه. صاحب رقم نصر جان خبر خوش چیست؟ خبر خوش همیست که بلوز ما خبر خوش خبر خوش هم روی تصویر میبینیم و برنامه گپ نوا فراموش نکنین. دوباره برمیگردیم. امروز آمدیم در ساحه سر کوتل خیرخانه و سرک که یا ساحه که کابل عزیزه یا شاهرای کابل به چندین ولایت شمالی وصل میکنه و خوشبختانه خبرهای خیلی خوشم از اینجا برتان دارم. بیشتر دوستای ما تقاضا کرده بودن که یک برنامه یک داشته باش، گرچه چند وقت قبل ما یک برنامه داشتیم که کارا با کجا رسیده و نظریات هموطنا رو انشالله می داشته باشیم از باشنده های محله و همچنان از مسئولین و جریان کار که امروز چند ساعت متوقف هست تا این لحظاتی که ما رسیدیم. اما کار از قریزی او خط خود تکمیل شده از سمت راست و این خط تقریبا 1.5 کیلومتر یا کمتر از او، یعنی یکی دو روز کار دیگه باقی مانده و خوشبختانه که شما میبینین که دو لایه که قیر انداخته میشه یک لایهش انشالله تکمیل میشه. بیا هم پخیر او گرزده دیگه پناه خبرانه ده خواخی خبر ما پگرد سر او کته او پا دی هیله چه پا افغانستان و ناری که ده خواخی خبرونه نور هم زیاد شی. بله در خدمت شما هستیم و باز هم قبل از اینکه مهمان داشته باشم، ما دو مهمان بسیار عزیز دارم که در ادامه برنامه دعوتشان میکنم. نامایشان عزیز سلطیش؟ نه، یکیش رومل است و یکیش هم عبدالغفار. خب من گفتم خیلی نامایشان عزیز است. نه، جوانایی هستند که همی کارهای تکنیکی رو باش که من از خودت پرسان بکنم که فیوز چی را میگن؟ فیوز پرید. فیوز پرید چیرت؟ فیوز چی را میگن؟ این سوال تکنیکی. یک دو رقم، یک از فیوز های سابقه بود، سفید سفید یادت است،
وقتی که برقا میرفت واسه او یک دانه سیمک پیچ میدادیم، باز برقا فیوز که میپرید باز میرفتیم و لاین قطع میشد. نه این طور که بگویم مثلا فیوز های یک کم عصری تر آمده در اصطلاح تو مستریگری که بگویم طور تایرات چکسته دیگه چی واره او از خیام مشکنه هفته پیش هم چکسته بود. مهمان میداشت را باشیم در ادامه برنامه کسی که یک دستگاه را ساخته که بر موتر کمک میکنه ای که چی گپای داره در ادامه برنامه صحبت های مهمان رو میداشته باشیم. خب نستا جان خیلی خودت تشریف داشته باش باز در ادامه. من برم یا باشم؟ نه بفرما بفرما. نه حالا باشم یا برم؟ نه برو بخیر بی خب. مهمان میداشته باشیم از خوش آمدین عزیزا به ادامه برنامه. نستا جان رفت و ما در ادامه برنامه آمدم قسم که یادآوری کردیم مهمان داشتیم داریم و مهمان هم چیزهای ساختن که بر ما یک کمک چی میگن ناشناس ما قدر مواردش نمیفهم چون موضوع چی میگن ماشین و ماشین آلاتی گپ هاست کسی که میگم در موردش رو قدر نفهم باز نمیفهم که چی هست ولی به هر حال دو جوان بسیار عزیزه که وسایل را که اینجا میبینین که باز در مورد نامشم و در مورد دلیلی که چرا ساخته شدم صحبت خود کردیم. خیلی خوش آمدین به برنامه گپ ناو. خوش باشین. سلامت باشین. یک معرفی هم کنید خب. به اسم عبدالغفار زکن از محصولین انستیتوت میخانیکی کابل رشته ترمیم موتور. بسیار خوب. و خودت؟ سلام خدمت شما حاضرین در طالا کسایی که ما را از پیش در پرده های تلویزیون میبینن. اسمم رومل است. یک تن از محصولین انستیتوت میخانیکی کابل صنف 12. صنف 12 هستیم. بله. و غفار جان خودت؟ ما هم صنف 12 هستیم. صنفی خونه هستیم یا صنفی هستیم؟ نه خیلی خیلی. رشته فرق داره. در کدام دیپارتمنت هستی خودت؟ من دیپارتمنت ترمیم موتر. ترمیم موتر و خودت؟ در ماشین افزار. ماشین. ماشین و افزار. خب. ما میفهمیم که در برنامه گپ کسایی گپ نه و کسایی رو دعوت میکنیم که اونا فعالیت ها و چیزهای جدید ساخته باشن. صحیح است؟ حالا چیزهایی که شما در برنامه اومدین آوردین چیزهای جدید است که ساختیم؟ بله. گپ نو است؟ گپ نو و چیز نو و سیستم نو است. در مجموع که همین دستگاهی که مجبور کردیم دستگاه تولید اکسیژن است برای موتر. خب. دیگه این بیخی کاملا جدید است که حتی در سایر کشورها که در کمپانی هایی که موتر تولید میکنن تا با حالت یک دستگاه را جور ندارم. اینه دیگه از این هم شد. واقعا گپ نو نو. خب. میایم از اونجا آغاز میکنیم در مورد ماشین اکسیژن گفتین ها؟ اکسیژن برای موتر. در موترها چقدر کاربرد داره اولی را میخواییم بفهمم باز در مورد از اینکه خودت ساختی و چگونه ساختی ایش صحبت خود کرد. در موترها این را بخاطر از این جور کردیم ساختیم که این که دستگاه که از اکسیژن تولید میکنه برای موتر باز چی فعالیت های را انجام میده. بازی فعالیت های زیمی است که خود سرعت موتر بسیار افزایش میده قدرت ماشین زیاد میسازه. خب حالا فعلا موترهایی را که در افغانستان بخصوص در کابل اجزای ما میبینن از این سیستم برخوردار است نه؟ نه خیر نه این کاملا جدید است حالا کارش به صورت استاندارد تکمیل نشده. خب همون تا یک چیز ما یعنی همون تا یک فکر دارم که همون تا یک چیز جور کردیم و این را به شکل استاندارد باید جور کنیم. خب بسیار خوب. بله. حالا از چی ساخته شده؟ این از مباشر است که باید دیگانه چیزی که در سختی ازی که ما بند مانده بودم همین لیک بندی ازی بود که لیک بندی این باید باید قسمی چی شد که خود ازی از آب و یک مواد از بنام کاستک از استفاده میکنیم برش که خودش تولید اکسیژن میکنه. باز به خاطر که این لیک نکنه این چیز نکنه از واشرها استفاده کنیم. دو قسم آهن است که یک آهن چادر است که آهن آهنای دبل است. دیگه امی موادش هست که از از آب و از چی استفاده از آب و از کاستک. کاستک امو مواد است که مواد جوش میکنه جوش میکنه. امو بله. و چقدر باز مصرف او هم خودش مصرف میشه یعنی به یک موتر چقدر از اون نیاز میشه باز؟ نه این حالا ای نظر به انجن است انجن ها از حال 6 سلند است 8 سلند است 4 سلند است این نظر و انجن خود دستگاه ساخته میشه باز به مو مقدار که خود از امو انجن نیاز میشه داره میشه اگه از نزدیک هم ببینیم حتما این در ایتون هست بیاره میشه ایتون خواه بیاره نوه من در دست بگی که ما اینجا ببینیم ایش که یکم مشخص شده برای خواه این خوب ایسا وزن داره ای چی است؟ این خود از این دستگاه است که تولید اکسیژن میکنه خود دستگاه همیست بله
آها وای پایپا رو بر چی موندیم؟ این پایپا ای که هستی که این هستی که اوت هست یه هستی که هستی از این آب آب ده ای چیز مندازیم در خود بوتل یا ده ای چیز هستی در اینجا که آب انداختیم میره در داخل خود از این یه پس توسط برق 12 ولت بیتری که ای چیز میکنه در داخل پروسس میشه؟ آه کار خدا شروع میکنه از داخل از این پس از این پایپش که هست از اینجا اوت دارن که پس میاد در داخل خود بوتل باز از بوتل اینجا کمو کاربردایش که خدا خلاص میکنن کاربردای خدا تکمیل میسازد بوتل کم بلند کنین؟ کاربردای خدا تکمیل میسازد پس از اینجا بصورت اکسیژن میره با اینجا با اینجا میره در پایپ انگلیت یا با خود خانه سلندر میره باز اینجا کار خودش را میره آه این امتحان هم کردین نتیجه داد؟ بله امتحان کردیم نتیجه شا گرفتیم و حالا زیادتر دوستا هست که میگه باید برای ما جانه نصب کنین این دستگاه اما ما بخاطر چیز نکردیم بخاطر از این که این باید استاندارد جور شد باز بعد از این میتونیم که با طریق سهم استفاده کنیم بله سنجش موضوع استاندارد چند خودت گفتی این چگونه ما میتونیم سنجش بکنیم که این کار یک کار استاندارد است این یه نال این با سیستم هست که این یک شکل سمپل است یا شکل نمونه است این رقم وقتی که ما با شکل استاندارد با جور کنیم یا بسازیم این باید در داخل خود یک صندوق که به اندازه 70 سانتی ارتفاعش باشه و 50 سانتی یا 70 سانتی هم عرضش باشه این هم این دبه آبشه و هم خود از این دستگاه را داخل از جای بجای کنیم فقط از این خود از این صندوق این دو دانه لاین برای که یکی منفیسی که مثبت و یک دانه مینه این پایپ که با خود خانه انگلیت و سلندر وصل میشه این از این هم در افغانستان ماشاءالله دیگه موتر تیاره هر چیز ساخته شد این در مورد فکر ماشین یک پایش هم هستن دیگه این جوانایی که مصرفشان کم شوه و قدرت ماشین هم بلند بره این برای می ساختن یک ویژگی دیگه هم داره که ایره میتونیم هم در انجن هایی که دیزلی باشه هم پترولی باشه در دو انجن استفاده کنیم و فرق هم میکنه مثال که سلندر زیاد باشه کم باشه بازو نظر به یه چیز از اوش مسیر میتونیم بزرگتر بسازیم و در نو انجن استفاده میشه عالی است عالی است کسایی که در بخش تکنیک موتر میفهمن دیگه یعنی دستگاه خیلی برشان و مدل دستگاه تولید اکسیژن برای موتر اما تو یک چیز نشته کردین نه خب تشکر باش کال رومل جان اما تو چپ و خاموش شیشته ایرم اونجا بانین رومل جان خودت چی کار کردی اونجا یک تعداد وسایل ما شکلش هم بیخی برای من نواز اینا که هستن دیگه توسط پرزجات ساختیم توسط ماشین است که خب این پرزجات خودت ساختی؟ بله خب دیگه به شکل گروپی در انستیتوت دیگه توسط استادای ما ریخت رشته بندی شده نه اینا خب ریخت نشده اینا توسط ماشین اما خراتی و خب خرادی میشه خراتی شده و رنده شده و دیگه شلایف کاری شده صفا کاری خب کاربرد از در کدام ساعه است ای گیرای سر میزی سکیر سر میز میتونیم خب این گیرا را خوب برای چام است برای آهنگری و یگان چیزا استفاده میکنیم برای چیزای ظریف است این گیرای خرد است که برای دقیقیت هم اندازه چیزایی که جور میکنیم اما ظریف دیگه میگیریم به خاطر که اندازهش خرد است که ما این محکم میگیره دیگه بله بسیار خوب تشکر رومل جان ادامه میتیم صحبت ها را و در مورد دو ماشین هم صحبت خود کردیم که غفار جان ساخته دم آزار وقفه می داشته باشیم و در ادامه برنامه ما را می کنیم خوش آمدین عزیزا به ادامه برنامه خودتون برنامه گپ ناو تا این دم تشکر می کنم از همراهیتون آرزو دارم از برنامه لذت برده باشین چیزهای جالب است نه چیزهای جدید است موضوع تکنیک که میشه چیزی را که میگم هم انسان ها در جستجوی چیزهایی هستن که بیشتر در موردش نمیدانن و در برنامه حالا موتر و بعضی چیزایی را که ما در برنامه داشتیم و بعضی پروژه‌ای را که معرفی می‌کردیم در موردش آگاهی داشتیم ولی در مورد وسایل تکنیکیش اونقدر آگاهی نداشتیم حالا هم در این برنامه دو جوان را که داریم بیشتر روی وسایل تکنیکیه که اون موضوع اکسیژن برای موتر بود که میگن در بسیاری کشورهایی که حتی تولید موتر را دارن استفاده نشده و به اولین بار در افغانستان ساخته شده که خودش برای ما شما افتخار است موضوع اون وسایل را که رومل جان یادآوری کرده خب اینجا دو ماشین دیگه ای را هم گذاشته نه؟
اول خوی نام داره نداره من چی بگویم شه؟ مدل نمایشی است و خطر که شاگردای جدید شمول می چیز است دیگه در دپارتمان ترمیم موتر وقتی که هر شاگرد که نو خب این برای ماشین موتر تشبیه شده دیگه جور کردیم جورش کردیم این جنای دو تک دست که این دیمی یک سایکل کاری خود دو کار انجام می ده که اکثر در موتر سایکل و جنراتور امی این جنا استفاده می شه و این نمای زیرا به این خاطر برش کردیم که همین شاگردای که جدید شمول است اینا درستر بفهمند که در داخل از این یک انجن چی کارا اتفاق مفته چی اتفاق مفته که قدرت یا سرعت یا چیز ازی چی باعث میشه در داخل انجن که اتفاق بفته و چی کارا انجام میده یک انجن. بسیار خوب، حالا ما این انجن موتورسیکل فرض کنیم. بله. درست است؟ بله. باش که الان ما هم دیگه فکر کوک کس هستم که تازه هم یعنیم به کار تخنیک نیم. این ماشین موتورسیکل فرض میکنیم. خواه، حالا یک کمک واضح تر برای ما بگو که این کدام قسمت از داخل خود ماشین است؟ ای کارش ای چی کار میکنه و در قسمت تقویه ماشین این موارد دیگه کمک تکنیکیش خود صحبت کن. حتما خود از این وقت که این دمیجا که چیز میکنه از اینجا هوا را یا تنفس میکنه یا سوشن میکنه نه از خود کار بهتر از این قسمت این ما انجن دو تاکت است که بس ما در داخل کرنگ است هوا پاس ای که در حال تراکم است اینجا مو هوا که اومده ای پاس ای که پاس چیز میگه پوین ما از اینجا پاس یو ام دای دا یک تاکت خود دو کار انجام میده اما از اینجا اخراج میکنه دود یا مواد اضافه گیره و از اینجا پس تنفس میکنه پس که این به طرف بالا میره اینجا باز تراکم میکنه اینجا پلک جرقه میزنه دیگه همی سایکل کوریش هسته که دیم یک سایکل دو کار میکنه که دین یک سایکل خود اینجا هم تراکم کرد هم تنفس کرد و هم دی چیز خود هم در خود خانه سالندر هم تنفس میکنه و هم دود خارج میکنه از سالندر. جالب است. عجیبه اینه کسایی که برای ما خواهی برای کسی که بلد نیست من خواهی نمی چرخه کش خوش ولی کسایی که از لحاظ تخنیکی میفهمم این دو کار را انجام میدهد یک چیز ساده نیست. ما اگر ببینیم باش که عزیز آویان ببینیم اینه ما فکر میکنیم که فقطی بر چرخش هست نه موضوع تخنیکی است که ماشین و موتورسیکل خواستن اینجا یک سمپل جور بکنن که بیشتر وضاحت بدن برای کار تکنیک. درست است؟ خب این ماشین دیگه این دستگاه دیگه چی است؟ چی نام داره؟ چی به چی دلیل ساخته شده؟ این با می سیستم که این انجن تشریح کردیم این در دو در یک سایکل کاری را در دو مرحله انجام میده این در چهار مرحله انجام میده. چهار مرحله؟ در انجن موتور اکثرا زیاد استفاده میشه. این انجن موتور این انجن موتور است. دیگه این گاز دو دانه وال داره یک وال خروجی است یکی هم وال تنفس یا وال دخولی است. دیگه این دمی یک سایکل کاری خود به این صورت که چهار کار انجام میده. چهار کار انجام میده. دیگه اینجا حالا فعلا تنفس کرد. تنفس کرد. بله. دیگه بی که پاس پایین میره تمام تنفس تمام میشه هر دو وال بسته میشه این پاس تا پایین که آمد پاس از طرف پاس طرف بالا میره کمپرشن میکنه پرس میکنه مواد باز اینجا که هست این پلک که هست پلک جرقه میزنه و همون سیستم که دیگه رو تشریح کردم با همین سیستم ای هم پلک جرقه میزنه ای باز دور دیگه که پاس با ای چیز میکنه و با طرف پایین میره یا هوای یا اتمسفیرش مبره و مواد فاضلهش مبره با اغزاز پس از اینجا باز دیگه دورش تنفس میکنه. خب این خودت کاملا نیم تمام بله تمام چیز از امکاناتش بود در خود اینستیتوت میخانیک کابل ایره به خاطر شاگردای جدید شمول مدل ها را ساختم که اونا بیشتر بتانند که زودتر یاد بگیرند و بیشتر بدانند. عزیزا دیدین که چهار کار میکنه ما می توکش باز بسیار خوش مامه حالا از لحاظ تخنیکی دیگه غفار جان برای ما گفتن که چهار کار میکنه ما ایجا عوام میگیره و مچون از ایجا باز اخراج میکنه و از ایجا تمام از ایجا جرقه میتن و امی هم قراری هایی هست که مکملی برای ماشین و موتر کسایی که در تخنیک کار میکنن بیشتر میفهمه که چی در کجا هست. همون طور است؟ جالب نیست برای شما عزیزم؟ مرمه خواکن چیز جالب بود. خب بعض موارد توجه پیش رومال جان مانده این دو ماشین صحبت کردیم که بر کسایی که تازه در مورد چی میگن کار تکنیک موتر میخواین بفهمن این دو ماشین ساختن و اونم موضوع اکسیژن برای موتر هم
او جو بس چیزا پیش رومال جان مانده باش که حال صحبت ها اینی خوشکلش پلاس وارست این چارمخ شکن است به خاطر از این که نه چکش استفاده شده نه از گلاس چیزا این همون طریقه آثار چکستاندان چارمخ است. من اگه چی میمونم اگه تو این خوشکلش پلاس وارست راستی اون پلاس وار بود خب اینجا چارمخ زد قرار میدیم؟ بله اونجا چارمخ زد میمونیم با فشار دست و چارمخ با آسانی میده میشه و از تیتو باد شدنش هم جلوگیری میشه. برای اون چارمخ زد یک زنده زنده بله. ما به کرزمی میموشیم کرزمی آسان خوبش دیگه؟ یعنی رومال جان ساخته اوجه چند چیز دیگه هم هست؟ یه امی پلی کشا هست که برای همین گراری های خورد هست خواه؟ یه وقت که ایره مثلا این چی هست که در این وسط از این میمونیم این بسختی اگر کشیده شده این آسان میکشه شد این رقم توش میتیم خواه یه هم دیگه برای کار تخنیکی کلش را فکر کسا هستین که برای کارهای تخنیکی آسان کارهای شما شده سهولت دادیم بله. اون یک دستگاه کلان وان پولی کش وان پولی کش کلان است که او بر از این پولی های کلان استفاده میشه تو من که امورم یک سهل کنیم از نزدیک یا این خود سمپل نیست کاربرد داره یا کاربرد داره بله یا آدم و شاپای خودم استفاده میکنیم ازشان برای کار موتر اون موتر یا اما ماشین هایی که در شاپ خودم داریم مثلا ماشین است یا میتونن از سیستم ازی استفاده کنن در شاپ موتر در بین موتر هم استفاده میتونن باز یک دانه از این چی برای موتر ما جور کنین چقدر تمام میشه بنا حتما جور میکنیم همین تو خب... دفتن جامش میکنیم نه خیر یعنی یک سال روز برات میکنم جورش میکنیم وقت خواه مخواه حتما دربر میگیرم مخواهم که بالای دستگاه کار کنیم زمان زیاد را بردن تا حدود سیسیونی ما رو یه چیز کرد تا که ایرم ساختم روبال جان من شوخی کردم من گفتم تو موتر دفتن هدف ما این بود که میگه نه دفتن نه یک سیم رو میبره خب تشکر روبال جان نه شوخی کردم انشالله که کار تالی است و نتیجه خوب هم داره و در موترهایی که در افغانستان استفاده میشه در مورد این خوب گفتین که تیل هم کاهش میده و آلودگی رو چقدر نقش داره در موردش در همه قسم که گفتم که ما مصرف انجن پایین میره اما قدر قدرت انجن بالا میبره و به مو صورت که این خود از یک اکسیژن صاف تولید میکنه به مو اندازه کمک میکنه و آلودگی رو از بین میبره در خود خانه سلندر و دیگه ویژگی از این است که ما که وقتی که مریض میشیم و بیمار میشیم میریم پیش دکتر اون اکسیژن خالص برای ما یه چیز میکنه اگر نه اکسیژن خود بیرون هم هست اما موا اکسیژن هست اما اون اکسیژن خالص چیز برای ما در دماغ ما میمونه یا برای ما تزریق میکنه دیگه ایام با نمی سیستم کار کرده خواهد عالی است تشکر از حضور هر دوی شما که در برنامه حضور پیدا کردین صحبت ها خیلی جالب بود تشکری میکنیم گفتنی اگر باقی است بفرمایید در غیر از دیگر با دوستا خداحافظی بکنیم و وقفه بگیریم گفتنی خاص ندارم گفتنی من میسه که یک جهان سپاس از برنامه شما و یک جهان سپاس از تمام اساتیدم بخیر باشین من تشکر میکنم از شما از تمام مردم افغانستان که بر ما رو بیننده هستند دیگه از تجارای خود میخواییم که در داخل افغانستان کارخانه ایجاد کنن و تمام کسایی که از اینستیتوت فارغ میشن از هر اینستیتوتی که فارغ میشن و تکنیک دو یاد دارن و تکنیکرای ما رو در کار بگیرن و یک زمینه کار رو برایشان مساعد بسن عالی است موفق باشین عزیزو برنامه گپ نو ادامه خواهد داشت در ادامه برنامه امروی شما رو خواهر هستیم و فعلا وقفی کوتاه می داشته باشیم بیا هم پخیر او گرزیده ای دنازم جان خبری ما دو میلمانو سره پا گرد سره و کتلی پر اختیار هم امی یک کم اگر بگوی نازم جان برنامه ما دقیق نفهمیدیم چی ساختن یک دستگاهی را ساخته بود خودتون دیگه در تشریش نبودی که کمک میکرد اکسیژن تولید میکرد برای موتر که البته هم از آلودگی هوا جلوگیری میکرد هم اون موضوع این که کاهش تل میکرد آلودگی هوا را پس فیلتر میکرد بر موتر خو یعنی دودی هایش کم میکرد و قدرت ماشین موتر بلند میورد و بعض ماشینالات دیگه هم که برای کسایی که کارآموز هستن یا مثلا تازه میخواین در بخش کار تکنیک موتر آموزش ببینن هم آماده ساخته بودن. در این لحظات برنامه بریم یک بخش بسیار خوب برنامه را تقدیم کنیم.
خوب برنامه یعنی چی بخریم ببینیم. اما برنامه بخش برنامه خوب است، میریم بخش چی بخریم تقدیم شما میکنیم. برمیگردیم در ادامه برنامه ما را میکنیم. سلام سلام وطنای گل نازنین، آرزو دارم هر کجایی که هستین جور صحتمند سر حال باشین و ساعت عافیت داشته باشین. بازم نوبت برنامه خودتون رسیده، برنامه چی بخریم. حبیب نازم در خدمت شما هست و اومدیم یکی از نقاط مزدحم شهر کابل، پل سرخ، چهارراهی پل سرخ هستیم. امروز که تصمیم داشتم برای خانه بریم یکان چی میگن کلچه کیک یکان میوه خشکی گپا بگیریم، هر چند وقت نیست ولی باید نوزجان بکنیم دیگه ببینیم، ولی میخوایم برای سالگرام بعضی کیک ها و اینا را که نیاز داریم ببینیم. در اینجا یکی از شیرینی سرای ها است که چگونه پذیرایی میکنن، چگونه است قیمت ها و اینا. در ادامه برنامه ما را همراهی بکنین و چشم برای نظریاتتان هستیم، ببینیم در ادامه برنامه چی چیزها را میتونیم پیدا بکنیم در اینجا. ما را همراهی بکنین عزیزان. خب عزیزان آمدیم داخل از این دکان که کیک، میوه خشک همه چیز است، اما قبل از او باید یک سلام علیک بکنیم و سلام بر شما. سلام بر شما، خوش آمدیم. عزیزو تصاویر شیرینی های بسیار شیرین و خوشمزه را دیدین، بیاییم که کمک صحبت داشته باشیم در مورد کلچه ها همچنان. خب این کلچه ها که همش خامه ای است؟ بله خامه ای گفتم، میشه باز فرق میکنه، ککوی است، میوه ای است، رولت است، مثلا مغزی است. این کیک های ما ککوی سک که خیلی پرطرفدار داره، شما اینجا بخش کافه هم هست سک، باز میرسیم به اون قسمت، مردم زیاد نشان مثلا اون کیک نوتلا ماست که داخلش ککو و نوتلا داره. این کرملا ایرانی سک خود ما وطنی ماست میرسیم. اینی رولت میگه به نام رولت های میوهی دیگه، این رولت های ساده سک و این کلچ های تر گفتم میشه، کیک های خامه ای گفتم میشه، بازی دیگه فرق میکنه. در خامه یام نو نو کلچه هست نه؟ براونی داریم، کیک چاکلیتی داریم، کیک دارت داریم، تلخش که هست مردم زیادش اشتیا دارن، مردم خیلی زیاد به خاطر اصاب حرام کردن شما میان اینجا همراه قول نشان میکنن مدل مدل اساس. بله خب عزیزا کلچه های خامه ای رو کی دوست نداره؟ همشون دوست دارن که با چای نوشجان بکنن. خب یک پس باز با کیک و کلچه ای که ما سابق در افغانستان داشتیم وقت مسئله خامه و گپا نبود نه، حالی باز یکم که قیمتاش هم تفاوت داره. بله 100% چون ما از خامه از ایران میاریم، ما خودمون وارد میکنیم، خامه درجه اول کار میکنیم، باز وطنیش از وام قیمتش هم پایین تر است، کیفیتش هم پایین تر است. ما کوشش کردیم که یک نواری کسی اول نفر بودیم که ما شینی سرای ایرانی اینجا فعال کردیم، هم تمام شینی های ایرانی رو ما اینجا وارد کردیم، دیزاین کردیم، خود ما آوردیم، کل تمام موادش از ایران میاد، 70% مواد از ایران میاریم. خب این کلچه های خامه ای بود. بغلاوه، بغلاوه خود ماست، بغلاوه وطنی گفتم وطنی نه، چهار مغزیز. بله داخلش چهار مغز کار شده، بهترین کیفیت و ذائقه داره. و این کلچه هم که پلوش مینه کلچه های نخوتی است، خالص نخوتی است. بله ارد نخوت است. ای بغلاوه باز به اساس کیلو مفروش؟ بله به اساس فی کیلو حساب میکنم. کیلو چند می باز؟ کیلو 3.5 افغانی میه. بله سر جواب. و خامه ای رو پرسون نکنم قیمت؟ خامه ای کیلو 280 میه و در زمین یک کیک هم وارد معرفی کنم، خیلی پرطرفدار بنام کیک شیری. کیک شیری، کیک شیری رو دیگه در خانه که هر کس که باز یک درا کمی اومد یک ذره کیک شیری بیا. بله بله یک دون باز فرق میکنم، باز ما مثلا کار میکنیم کیک شیری هم رو اصلا باز بسیار مقوی و بامزه میه. کیک شیری، خب در مورد کلچه ها صحبت کردین، کیک شیری چرا تو طرفدار پیدا کرده نسبت به دیگه؟ کیک شیری هم مقویس هم خیلی خوشمزه است و هر کس خوش میکنه، هر چی خورده ببین فرق میکنه، ما نظر به فرمول فرق میکنه، بعضی کسا هست زیاد شیرین میکنه دل میزنه، ولی ما کار نمیکنیم، همراه شیر تازه کار میکنیم و عسل که هر چی بخوری نوجان کنی خورده میری که زیاد زیاد اشتها، ولی اگه شیرینی مردم دو تا سه تا بخوره دل میگیره، ولی او تو نیست فرق میکنه. شیر از دیگه؟ شیر از. بله بسیار خوب عزیزا، این طرف میریم و دیگه کلچه ها و شیرینی ها رو میبینیم. شما موکیک شیری و خامه ای رو باز یک ببینین که دلکتان آب شوه. خب خیبیه این طرف این کیک ها کیک های ساده هست؟ بله فرق میکنه، کیک های ساده هم داریم، کیک مربایی هم داریم، کیک کیلم داریم، کیک کشمشیم داریم، کیک ککاییم داریم، یه هم چند مدل هست.
فرق میکنه، در کیک ها ذائقهش فرق میکنه. بنابراین که در مجموع کلشان کیک است، ولی کیک های میوه ایم داریم. اکثر اگر معرفی کنیم این کیک ساده است، کیک ساده است، کیک خشتی ساده است. این پایین شکل میبینید کیک کله است و این در پلوی کیک ساده، این کیک کشمشی است، این کیک کاکائو است و این کیک مربا است، مربا سپکار میشه داخلش و این کیک مافین میگه کاکائو مخصوص است، خیلی خوشمزه است. بسیار خوب. باز در قیمت ها کیلو چند میه؟ کلشان یک بای هستن که فی کیلو 220 افغانی است کیک ها. 220 افغانی خوب است دیگه. ایرانی به نام دانمارکی میگفتم میشه، گل محمدی میگفتم میشه که چند مدل هستن یا. بسیار خوب. این اعضا کسایی که کیک دوست دارن، در مورد کیک شیری خوب صحبت کردیم، این کیک های ساده هم طرفدار خود داره، اکثر وقتا دیگه میخواین. ما اول میخوایم یک معلومات خود تکمیل بکنم، باز دیگه یک کیک که از یک کیک های سالگره و اینا هم خود میسازین. بله، باز مرحله آخر برتون پیشم اومده. خوب است، بیاین خیلی ادامه ببینیم. اوه اوه، این کلچه که بسیار من طرفدارش هستم دیگه، کلچه شور است، اونجا مانده نش نه شور است، چون اینجا شیرینی سراست، ولی شور خیلی طرفدار زیاد داره. کسایی که شیرین خوردن هم میتونن کلچه شور هم هست، پلوش ما داره و این کلچه هم فرق میکنه، کلچه شیرین از مدلاش فرق میکنه که هم بهترین مواد کیفیت هست، هم از نوع ایرانیش داره هم نوع وطنیش، که دیزاینش وطنیش ولی کیفیت خیلی بالا ما حالا آماده میکنیم. اینی شکل کیک کلچه خطایی که میگفتن نه؟ این خطایی که معروف است خیلی دوین ما و شما. خطایی معروف است، یه زعفران کار میشه، هر رنگش که میبینی رنگی زعفران است. یعنی خطایی دیگه از اون زمانهای سابق همون تو نامش مانده. میفهم این چرا خطایی رو خطایی میگه؟ خطایی والا دقیق معلومات نداریم. چی یک مزگه که داره که دمیدان مندازی آرت واره نرم میکنه. بله که مندازی و گفته یکم تو آب میشه دادن. این ده خطایی اون وقت یک کلچه دیگه هم بود بنامه تات میگفتنش، نه اینه این اینجسته تات این. تارت است، این تارت میوه‌ای است که داخل از این موادش بهترین مواد است، داخلش مربای سیب کار میشه، همراه چهارمغز رویش هم کار میشه، هم داخلش هم کار میشه، بهترین مزه خاصه داره یا بهترین پرطرفدارین شینیم گفتم میشه. تارت هم دیگه چی میگن دیگه، بسیار دوست داشتن و بسکیتی های سابق، چون این طرفدار زیاد تر ما آماده میکنیم. چند مدل ما تقریبا یک 59 مدل کلچه داریم اینجا، هم وطنی هم ایرانی، چون طرفدار خود داره، اگر سابق هم از دیزاینش ولی طرفدار خود داره، چون ما و شما دیگه با می کلچه ها بزرگ شدیم. خیر دیگه که کلچه های خارجی ها از نظر به سابقه کیفیت خیلی بالا ما آماده میکنیم، خیلی بالاست. بازی کلچه های ای وطنی خود ما کیلو چند است؟ کیلو 200 افغانی است، 180 افغانی است. خوب است، اقتصادی هم است. بله بله، با کیفیت بالا. عالی است، عالی است. انشالله در پایان برنامه خود خریدیم. و اینجا هم فکر کنم این کلچه نخوتی است. نخوتی هم قوطی یکی داریم، مشتری های ما اکثرش میبره قوطی میبره، تحفه ای میبره و هم فله ای داریم که هر مقداری کار داشته باشه، نیم کیلو، 100 گرم، 2 کیلو، 3 کیلو باشون میچینیم در کارتن جدا. بسیار عالی. عزیز بخاطر که ما برم یک چند کلچه دیگر هم ببینم، شما یک چند تصویر باز از چینی ها داشته باشین. مواد شک مواد فقط در دیزاین فرق میکنه. مارتون توضیح بده، مثلا کیک ها زیاد است، مثلا کیک های تفلان چند مدل داره، کیک های زیاد عروسی محفلی جدا است، کیک های سالگرد جدا است، مثلا برای کسایی که سنش کلان است برای ما باز. بله بله، وام جدا است دیزاینش، مثلا زیادی ها کسایی که سن بزرگ است، مثلا با ما شما زیاد یک چیز سنگین تر میخوام، مثلا کاکاوی هست و تفلان ها، مثلا دخترانه فروزن است، ایشامیش است، اسپایدرمن است، میکی ماوز است و مینیوم و باب اسفنج، این همی تفلان هست. بله این همی به اطفال است و مثلا به سال روز ازدواج و مثلا سال روز نامزادی مردم میگیرن، قلب میگیرن، مثلا یه تو کیک های جنتری دار نشانی میکنم روزی خوشیشان هم همراه قلب، مثلا بازی دیزاین ها مختلف است، چند مختلف است دیزاین ها، شوقا و زوقا فرق میکنه، زیاد اکثرش از اینترنت میگه، از گوگل سرچ میگه، میاره ما جور میکنیم باشم آماده میکنیم. کیفیت فقط یک کیفیت فرق نمیکنه، فقط از دیزاین فرق میکنه. دیزاین ها ما میوه های خشک زیاد در افغانستان داریم که خیلی طرفدار داره و زمانی که بیرون از افغانستان باشی
باز میفهمی که میوه خشک افغانستان چقدر قدر داره نه و چه خوب است که استفاده بکنیم از این میوه های خود ما. قیمت ترین میوه خشک ما که شما اینجا دارین از وطن خود ما از کدام است؟ فکر کنم بادام باشه. نه خیر، پسته های وطنی است، پسته شان تخار است، اونا با پوست من البته مغز است. کدام است؟ در قسمت داریم، در قسمت آخر دکان. آبادش بادام های سمنگان است، اتربایی است، بادام های شاخ و بز از لوگر است که ما جنب بادام منی؟ این قسمت هم است و قسمت هم است، بله. آه اینی، نه این تقریبا این بادام لوگر است، پایینش بادام شاخ و بز است یا مز لوگر است. شاخ و بز؟ شاخ و بز میگن آه. و بادام های سفید پکایی هم داریم. خب عزیزا این چیزایی را که میبینید این را خریدم به خاطر از اینکه ببرم برای خانه. کیک هم است که این را 580 روپه شد. بله کیک خامه ایست که تصویر دیدیم هم بارتان میکس چیندیم بارتان هم رولت چیندیم هم کیک خامه ای هم کیک ککایی بارتان خامه ای البته 200 افغانی او شد. و یک چیز دیگه هم که باش یادم نره که نیرم گرفتم نینو بله این خرسک هست که خودتان خوش کردین دیگه گفتم یاره باز این دیزاین می گفتم نشان هم داریم بارتان که چند دیزاین چند رنگ داره. 5000 روپیه شد دیگه قرضدار. بله بله دکان خودتان خیر باشین. تشکر ناصر جان از خودت همچنان اجزا مهم کیک شیری رو یکم چی میگم میل کنم و ناصر جانم میگم که همکاری کنم را. کدام پیام گفتنی اگر باشه؟ پیام خاصی ندارم دیگه. این برنامه را هر هموطنمون که در تمام دنیا سر سجا میره سلامتیشان رو میگم، هر جایی که باشن در کنار فامیلشان خوش و خندان باشن برای همیشه. سلامت. از اون برنامه چی بخریم؟ این بود برنامه که تقدیم شما کردیم. آرزو دارم لذت برده باشین و خواستم که از خوردنی ها و البته میوه های وطنی خود ما هم یک برنامه داشته باشم و خریداری بکنم. تا برنامه های بعدی که خدمت شما حاضر میشم فراموشم نشه که چشم برای نظریاتتان هستیم. آزادانه هر نظر پیشنهادی که دارین با ما شریک بسازین. و یک مورد دیگه موضوعاتی را که دوست دارین که ما در برنامه چی بخریم داشته باشیم آزادانه کامنت نوشته بکنین در برنامه خودتان. من انشالله که میرم برنامه ثبت میکنم و برای خودم خریداری میکنم از کیفیت و خصوصیاتش برای شما یادآوری میکنم. پس تا برنامه بعد وقت شما بخیر. من کیک کاورده کردم قهوه میره خواهم اول نوشان بکنم که طرف من تو خنده دارم میگه شیرین هستم. وقتتان بخیر. الان نگهدارتان. خب عزیزا آرزو دارم تا این دم لذت برده باشین و امشب دیگه خیام جان جای تشریف داشت و همکارای دیگه هم مصروف بودن ولی کمره مخفی فراموش شما نشده. تقدیم عزیزا میکنیم یک کمره مخفی هم که لذت ببرن و در ادامه برنامه ما را همراهی کنیم. گذر جور است بخیر. خیر خیره حالی چوب سخت هم ایسته؟ آه جانا این خروار چند است؟ چرا قم چوب کردنی؟ بزدار کردی به پوست کردی خدا همش که بوشه بوش کردیش خب آه این حال پوزدار به پوستش بر آمده آره به پوست به پوزدارش فرق میکنه چوبش درختش فرق میکنه نه 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 چوب به پوست که از دود نمیکنه خب چوب به پوزدار که از دود نمیکنه دود میکنه آه البته تر میباشه حال خروار چند میتیوره چند میتیره چند میتیره یه اکنی میتیم بازی به 800 یا ایشون تفاوت نداره بگی برو از همی به پوستش بده ما را یک کنیم خروار مشکل نداره چند میگیری تو برو دیگه طول کن ها دیگه تو فایده زیاد نمیگیری دیگه ها مشکل نیست موتر طولش کنم اینجا کتش کنم من میبرمش ها ما میاره تا او بوده بیادر میاره زرنجه گفته از یک خیشای ما را فهمیدی؟ یک خیشای ما زرنج دارد امون میبریمش خیر ببینی زنده باشیم نفر هم داری برای طول کردن حیثه چی را؟ حیثه طول کردن طول کردن علایده میگیری؟ چی رقم میشه؟
جمع کارگر میشه. حال اون سودا را که آدم از دکان میخره او سعیست کال سودا که میخری خب اون سودا و بسیار فرق داره. حالا خیرم بگیم چی فرق داره؟ چوب میده تا که این خریدی حال ما خود کل چوب فروشی ها دیدیم کارگر میداشته باش سعی که باش کارگر خود سعیست کارگر باز تو چند میگیری؟ یک خرورد سر دو ست تنه از طول کدنش در موتر هم خبار میکنی اینجا طول میکنه کت میکنه باز در موتر هم بالایش کنی اینجا طولش میکنه در موتر بمندازه میشه موتر پسان میه طولش کن اول سعیست بگی پرتان سعی سعی را پرتی دیگه من نمیشنه دقات از یام پوزدار است او بیدر یا چوب گدوت است در جان ما نزنی خب این با چیر زمانت بتمته چیر زمانت بتمت خب پیسهش خب قرض است دیگه چرا؟ نکو خالی تو آره نکو بده حالا خیر است تو با میتیم تا پیسه تا ما دا ما آورده میریم برای حالا خو میبینی؟ ها؟ آزار ما را میتیم سیار آزار میتیم تا میزین تام خر ها؟ آزار نه آزار نه آزار چی؟ حالا آزار چی رو بده؟ آزار ما میتیم سلام علیکم جور بخیر چوب چند دست خروره؟ به پوستش چند دست؟ پوزدارش چند دست؟ قیمت نیست؟ ای دو متر سه متر روز پاتن که بر پاتن هنی؟ بله با نپرکتی مرکز که برد تا که بلوسوالی که برد شد بلوسوالی نه نه از همون خاطر بلند شد نه خاطر بلند شد جب کم بود کرد حالی را اخو او قفت تفاوت نداره دیگه هم همی چه همی چه تو قدر صد رفعی شد کم هشت هزار صد رفع کم هست خو؟ هشت هزار چهار سد خب برو از همون به پوستش بده، صحیح؟ چه؟ از همون به پوستش بده ما را چند چه مرا؟ یو نیم خروار یو نیم خروار زوی تایی سب کنه صدر فقط که مرا تشت کم پرون نو علاش پیتا خروارا ور کردیم خوزا صحیح ده خوزا کندقا چوبش خو خوبش هست؟ ها؟ چوبش خوبش آه، بلش بزمانه تش دار کنم یک دونه خراب شد و پس بیا خب؟ دولی بیا رد تا بیا زنبیلش نوره سلام علیکم بگی دیگه یک کنیم خروار طول کن زرنج که بره کنه آه زرنج خو میبریم خو صبر کن که زرنج بیاره خیلی زرنج ها اینجا طولش کفتا بالا پرتش باز نمیاره بودم زرنج پرتش تاریک است خو چند میگیری باز تو کجا میبریم دانا ها کجا میبریم این سرک پیش چارای شهید او بغل چارای شهید یا این بغل او بغلش میبرم چند بکن سیونیم سا؟ نه یه هم قاره کنم یک خرول چوب لالا خینال بیچ تک یک متر چوب میشه چه قمیشه بابا و خیره اینجا ما برای چنده میرون با سه که چقدر چوب میشه اندیوال از ایست ما بچه سه ست رپا بر که خلاص بیا و این خود سه ست خودش گفت سیونیم ست لالا سه ست رپا برو گمش که برو حرکت برو بیا به زنبیل رو چوبش خو خوبش هست خوبش هست بگو را میده نو گو را خوبش هست یک دونه خراب شد و پس بیار جوالی موتر کریه هر چه چه اگم تو هم پینجا فیصد گپ میزنی ها اوه پینجا فیصد که تو همه پرون شرکت سا شش خورور شپیته من افا شپیته خورور ها تلویخ من ها پرون شرکت تا ور کری ها سعید ازت تو بکن بس بس همینجا سعید در دست نمیشه که همتا طول کنیم در میسان یک و نیم خروار در دست نمیشه ها؟ ماما یک موتر چوب است آن یا یک سیر نمیشه که طول کنیم یک موتر چوب است ترنگل از یک طول ترنگل چیست؟
کنم داخل از مینا ده بازار اوله سر جدا کنم ده خانه که اونو نمیسو خوره جدا کنم متده چی یک دونه خراب نباشه یک دونه خراب متده چی شش خوروار مبرون شرکت سکرات خب او را خب بیاز فروختی دیگه وام نال که باز بسوزانه میفهمه نسوزه کلش نسوزه خب تا حالا بیایم زمستان یک دفعه نگویی من نمیشناسم چرا ما در زمستان قواریم تغییر میکنه ما در زمستان که میشه یک ذره سرخ میگردم تو سرخ سفید میشم دیگه حالا اینه تنها گندمیستم وی حالا بزور نیبر از آخ و خیر سالمی ما در بگیریم دمی زمستان خدا و راستی یک خوشا چیز دیست کادم بسوزانه خالمی چوه با خیر است نه عالمی کسایی که پیسه نداره خیبو مرن دمی زمستان حالا اینه من ندارم مره یک ازار بطی بوده چرا تو را بتو؟ خو خلاص دیگه خیلی که چرا مره بطی تو مسلمان خو صبر کن که ماشا گرفتم یارم چهار ازار ایره نمیتم سه ازار میتم تره یک ازار شمیتم ما قدر دل دارم غریب از دو ازار را نه 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 امی هم وطن کدم وطن خود با چی روز با درد میخوره؟ برو زرم جیست تا والا در یک چوب که قدر کشفش تو سر ما میکنی اگارت میفروختی چی خواد میکنی؟ نمیشه چطور نمیشه؟ چه رقم آدمه؟ حالا خاورده میریم برات وای چی رقم آدمه؟ حالا تو یاد بته میری یک ذره سبق بته ما گفته میشه میگه من قزدار رسم از این چوب میگه قزدار حالا ما گفتیم برم این زمستان ما چوب بته خیر است ما دم آورده میریم پیسه تا داده میریم نمیردم اقا کار کمی کنه او علاقه در نقطه جوش و تراب بوی ببره چی نمیشه؟ بیا اینجا تو بخی تو بیا اینجا بیا اینجا خب بخی حالا بیا اینجا بیا اینجا چرا نمیتی؟ چرا نمیتی؟ مالکش دیگه نپرسته جوالیه تا بالا خود تو بودی که مفروختی مالکش دیگه کسه آیده که میگرفتی تو مالکش بودی حالا دیدی که مفت از باز نمیتی مالک چی؟ مالکش شما در اون جواله غره خانهش زنگ میزنی برش برای کی؟ برای مالک حالو مره چی مشناسه خوینی مره مشناسه حالا دیگی خود یک جوالیس مثل من یک دقیقه آزار داده بیا جا بیا جا بیا جا بیا جا خب بیا جا حالا بخه بیا جا بیا جا بخاله بیا آزارت میدادم یک چند دقیقه کمره مخفی تلویزیون آریانا بود فهمیدی؟ یک چند حالا خیر است یک هموطنت که نداشت او بیدار یک خیر است کدش قستکی که چطور نمی کنی؟ بلکش بل از جنجال جور میشه نیخواد جنجال جور میشه خب خیر آرام و جور صدبان باشی خدا کنه شما خفه نشده باشی بیادر ببخشی که زرنگ تا اینجا آوردی خیر اگه بونه ببخشی ببخشی کاکا چه وقت شناختی منه؟ از چی شناختی؟ در تلویزیون دیدم در تلویزیون آرا نیوز میبینم تر دفعه خب کتا خب خیلی ببخشی دیگه که من میخواستم یک چند دقیقه آزار ده ما اول فهمیدی بعد گپ از کجا ما دوست دشمن داریم باز بعد خب آن فهمیدی بسیار چه ای چی گپ از دوست دشمن ده ای چی گپ کسی بگه والا سریا ما دشمن میکنم تا بالا ما ایرش خندی کردم سرت یا از تو قرض خواستم قرض خواستیم روز روزگار خراب است خود تنها نمیشه که در لباس آدم نگه یه خون خود ما با قرض آوردیم خب نقد می آوردیم باز می دوریم قرض آوردیم نفر را رفته می پیسه می گیره خیلی نمیشه خب ببخش یک دقیقه گپ نه زگا چای ما می کدام خفه نشه بخیر باشه برو خفه نشه دل جمع باشه بیا هم په خیر او ګرځیدی کمرې مخفي مو په ګډه سره وکتره په رښتیا هم چې خیام جان ډېر زیار باسي بس نو الله پاک دې وساتي او خو با اخلاق خلکو سره دې مخامخ کړي استاستا رسیدیم ناظم جان ډېر روانونو را پایتخت ته ورسېدو پایتخت ته ورسېدو ها صحیح دغه خامې پښتو قار میږي نه ما میخوایم تلفظش درست باشه خدای نکړه اشتباه نګویم از پرونانسیشن بریټیش میکنی بریټیش وا وختان دې وګوره وروره ډېر په اسانای ریزیجی
دوستا برسیدم به پایان برنامه. من کار ندارم، باز خودتان بگوین که من چی گفته میره. وقتتان بخیر. این بود برنامه امشب که تقدیمتان کردیم. آرزو دارم لذت برده باشید. چشم برای نظریاتتان هستیم و چهار تماس برنامه هم در خدمتتان. چنل یوتیوب هم سابسکرایب کنین. بل بتن تا فشار ورکړی یا زنګولګه کده چې دا او ټول خبرونه لیدونکو سید تربیه بل خبرونه علامه ملشه. الله نگهدارتان.